کتاب The Fall of Heaven نویسندهش یک طبعه زلاند جدیده که استادیار دانشگاه کلمبیا در نیویورک. در روزنامه های مختلف مانند نیویورک تایمز و گاردین مقاله نویس بوده هست. دکتراش رو از دانشگاه نیویورک گرفته در رشته ژورنالیسم و همچنین علوم سیاسی. کتاب زوال بهشت یا The Fall of Heaven مربوط به ایران دوران رضا شاه و محمد رضا شاه و انقلاب آخوندی در ایران. من شدیداً میتونم بدون اغراق بگم کتاب‌هایی که راجع به ایران نوشته شده در این 37 سال تقریباً همه‌شون رو به انگلیسی و فرانسه خوندم. بیشتر به انگلیسی و تعداد زیادی هم به فرانسه. فارسی گهگاه خوندم. همه‌رونه. خودم کتابی دارم به اسم آتش نهفته. جزو کتاب‌های من اگه تو اینترنت برید منوچهر گنجی رو بزنید کتاب های من همه میاد. من 26 جلد کتاب نوشتم که یکی از اونها آتش نهفته است. در اینجا اتفاقا خیلی از چیزهایی که کوپر بهش اشاره میکنه و متاسفم که بعضی هاش رو چون نخونده کتاب انگلیسی من هم هست، چون که در حدود 10 سال پیش از چاپ خارج شد در بوستون. در اون کتاب هم من به مسائلی که تا اندازه زیادی کوپر اشاره میکنه اشاره کردم، ولی این کتاب کتاب واقعا ارزشمندیه و من در این چند برنامه‌ای که تلویزیون اندیشه ترتیب داده سعی میکنم که به محتوای کتاب بپردازم. مجبورم در بیشتر مواقع بخونم چون میخوام مطالب کوپر رو بخونم و نمیخوام چیزی ازش کم بکنم یا کسر بکنم. درست میخوام مطالب کوپر رو بخونم، نه به خاطر اینکه کوپر رو بزرگش کنم، نه به خاطر اینکه حقایقی رو راجع به ایران دیروز و امروز مینویسه و این حقایق در بسیاری از کتابهای دیگه دیده نشده به این دلیل. پس بنابراین از شما و شما هم میهنان تقاضا میکنم اگر به دوستان و آشنایانتون بگین به این برنامه ها توجه بکنن، چون به خوبی میبینیم که اولا آخوندها چگونه رخنه کردن سالها تا توانستند انقلاب رو انجام بدن. هیچ کس نمیدونست که انبارهای مدارس کشور ما و انبارهای مساجد کشور ما، به خصوص مساجد کشور ما، تمام انبارها جزوه ها و نشریات و تمام اون چی که اونا به کار بردن برای انقلاب در اونجا ذخیره شده بود. و همونطور که نمیدونستیم که آخوندها دارن چی کار میکنن تو مساجد که اطلاع نداشتیم ازش، تمام سازمان امنیت و دیگران هم اطلاع نداشتن، همینه که اینا اومدن سر کار. ما در وزارت آموزش پرورش یه شورایی بود که کتب درسی مدارس رو به خصوص رشته های اجتماعی و تاریخ و مذهب و غیره رو بررسی میکرد، تغییر و تبدیل درش ایجاد میکرد، به چاپ میداد. سالیان اقلن به مدت 10 تا 11 سال گروهی که این کار رو انجام میداد در وزارت آموزش و پرورش، فکر میکنین کیا بودن؟ آقای بهشتی، آقای باهنر، آقای رجایی، آقای برغی، آخوند برغی، آقای پروفسور رضا که رئیس دانشگاه تهران شده بود، یه برادری داشت که کمونیست بود و سالها رفته بود به مسکو، در اونجا مونده بود، انقلاب که شده بود اومده بود و تغییر عقیده داده بود و سازمان امنیت او رو هم گذاشته بود با اینا و یه نفرم از سازمان امنیت با اینا نشسته بود
توی اون شورای کتاب درسی، ولی اونی که از سازمان امنیت نشسته بود اصلا نمیدونست اینا دارن چی کار میکنن. وقتی من وزیر آموزش و پرورش ایران شدم، اینها تمام تو کتاب آتش نهفته است و برای شماها، بیشتر شماها قبلا توضیح دادم، در این کتاب هست. وقتی من وزیر آموزش پرورش شدم، بعد از 2 یا 3 ماه که وزیر بودم، سرما خورده بودم، منزل بودم و تمام کتاب‌های درسی مدارس رو دور خودم ریخته بودم، ورق می‌زدم از کلاس اول تا پایان دوره متوسطه. همین کاری که می‌کردم در کلاس کتب علوم اجتماعی، اینا متوجه شدم تمام کارهایی که داره ایران داره انجام میده، اینا دارن ضدش مطلب نوشتن. چه جور؟ راجب نظام بانکداری ایران، راجب تجارت و با کشورهای خارجی به طور کلی، راجب بنیادهایی که درست شده در ایران به ضعفا میخوان کمک بکنن، راجب اصلاحات ارضی و غیره و ذره. بعد از اینکه این کتاب رو نگاه کردم، اومدم ببینم که این چه، متوجه شدم این کتاب‌ها در وزارت آموزش پرورش کتاب‌های درسی، رشته علوم اجتماعی تاریخ و مذهبی اسلام شناسی. کی نوشته اینا رو؟ همونایی که گفتم بهتون، بهشتی و باهنر و رجایی و برقعی و آقای رضا، اینا مسئول تمام محتوای این کتاب بودن. من بلند شدم رفتم با هویدا صحبت کردم. هویدا گفتش عجب چیزیه، چطور تمام این سالا ما نمیدونستیم؟ گفتم من نمیدونم، شما باید اقلا یه صدای یه کسی در میومد، در نیومده بود. انقلاب اینا اینطور انجام دادن. بعد رفتم حضور اعلیحضرت، ایشون گفتن چیکار کنیم؟ گفتم قربان، از هفته آینده تمام این کتابا رو ما جمع میکنیم از مدارس. 2 ماه 3 ماه سال تحصیلی گذشته بود، همه این کتاب رو گفتم میریزیم دور و محتوای جدید هفته به هفته به مدارس میرسونیم تا اینکه کتابای جدید برای سال آینده آماده بشه و بره به چاپ. فرهنگیان همه خاطرشون هست، ما تمام کتابا رو جمع کردیم، این کتابایی که مورد نظر بود، نه جبر و مثلثات و هندسه و اینا، نه اونا، نه این کتابا، اینا رو جمع کردیم آوردیم وزارت آموزش پرورش، سوزوندیمشون. ما خاطرتون هست آموزش فرهنگیان هفته به هفته محتوا برای این دروس به مدارس میرسوندیم. 56,000 مدرسه در سراسر کشور بود، کار سختی بود. 280 دفتر آموزشی در سراسر کشور، مدیر کل آموزشی، برای اینو با تیاری میفرستادیم در تهران، چاپ میکردیم، توزیع میکردیم، تا اینکه کتاب‌های درسی جدید سال بعد اومد بیرون. حالا که کاری که کوپر کرده، همین کار خیلی جالبیه که ما رو متوجه کارهایی که اینها کردن، به اشتباهاتی که باز خودمون در اون زمان مرتکب شدیم و نمیدونستیم که اینا دارن چی کار میکنن. اون چی که من کردم، هیچکی نمیدونست که ما داریم این کارو میکنیم. هیچ کس نرفته بود با شاه فقید درست حسابی صحبت کنه، بگه آقا حقوق فرهنگیان در کشور نصف حقوق سایر کارمندان دولته. اینا هم کارمند دولتن، لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن، یعنی که آمادان رفتن، آمادهشون کردیم برای اینکه در دبستان درس بدن، یا آماده شون کردیم که دروس ورزشی کشور رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن. چرا اینا باید نصف حقوق دیگران حقوق بگیرن؟ از کی؟ از اقلا از قبل از خانم پارسا. تمام این مدت ادامه داشته. کارمند آموزش، یه معلم یا یه دبیر، نه تا اون اندازه، برای اینکه میرفتن مدارس دیگه ساعتاشون رو پر میکردن، 20 ساعت مجبور بودن تدریس کنن، خب ساعت دیگه داشتن میرفتن جاهای دیگه درس میدادن، تا اندازه بخورنمون نمیر زندگی میکردن و
ولی آموزگارا نه، آموزگارا اکثرا راننده تاکسی بودن و یا تو کارخونه ها کار میکردن. ما اومدیم دفعتا حقوقشون دو برابر کردیم. وقتی شاه فقید فهمید، من رفتم گفتم باش صحبت کردم، نه گفت چی کار میکنیم، گفتم قربون، یعنی بردم نشون دادم که حقوق آموزگار در ایران چیه، در کره چیه، در کره، در فیلیپین چیه، در هندوستان چیه، در سیلان چیه، در فرانسه چیه و چگونه معلم حقوق بیشتری بر پای رتبهش که بالا میره میگیره و مال ما چیه. ما از همه بدتر بودیم. وقتی رفتم نقشه ها رو گذاشتم و نشون دادم تمام اینا که کشورهای مختلف چیه، شاه تمام اینا رو دید. یه روز بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، یک ساعت و نیم توی دفترش بودم و همه اینا رو نشون میدادم، اون دفتر کوچیک کاخ سعدآباد. بعد از اینکه ایشون اینا رو دید، برگشت به من گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفتم راهی نداریم قربون، باید حقوق اینا رو دو برابر کنیم. گفت خب چقدر خرج داره؟ گفتم برای باقی مانده سال تابستان بودین موقعی که من پیش شاه بودم، ماه دوم یا اول یا دوم تابستان بود. گفتم برای باقی مانده سال ما به دلار معادل دلار یه چیز در حدود 700 میلیون دلار احتیاج داریم. راه رب گفت 700 میلیون؟ گفتم بله قربون. برای اینکه حقوق اینا رو معادل حقوق سایر کارمندای دولت بکنیم. هر دوشون از دانشکده ادبیات در اومدن، یکی رفته وزارت کشور، یکی اومده وزارت آموزش پرورش. 10 سال اونی که وزارت کشوره 3 برابر این حقوق میگیره، چون حقوق مزایای دیگری هم داره علاوه بر حقوقش. این که تو آموزش پرورش ناراضیه، ضد رژیمه، باید بره 10 جا کار کنه تا اینکه زندگی بخوردم این ریش رو تامین کنه. پادشاه گفتش 600 میلیون دلار؟ گفتم بله. ایشون برگشتن به من گفتم بکنیم این کارو. اینان آنچه که نوشتم تو کتاب آتش نفتم هست. رفتیم و این کارو من از اونجا، از کاخ که اومدم بیرون، میرفتم به باشگاه فرهنگیان در خیابان ژاله، برای یه مراسم بود در اونجا. در اونجا توی ماشین آقای آموزگار که اصلا اطلاع نداشت از اینکه وضع اینطوریه، این کار رو من خودم کرده بودم چون میدونستم بخوره به نخست وزیر گیر میکنه، به هیچکی نگفته بودم، کار رو خودم کرده بودم. رفتم پیش پادشاه چون مرجعی بود که اگه تصمیم میگرفت هیچکی دیگه نمیتونست بالای نظر او حرفی بزن. رفتم پیش اون آموزگار، تو ماشین بودم میرفتم به باشگاه ژاله، باشگاه فرنگیان. تلفن زد گفت منو چه کار بر مهمی برات کردم؟ گفتم بله قربون. گفت حقوق فرنگیان دو برابر کردم. گفتم چطوری کردیم قربون؟ گفت کردم دیگه. گفتم من الان دارم میرم به باشگاه فرهنگیان، اجازه میدین من اینو اعلام بکنم؟ گفت بله اعلام کن. من رفتم اونجا اعلام کردم. حالا اینه گفتم با این مقدمه میام به این کتاب. سوال بسیار آقای اندرو اسکات کوپر با این مطلبی که من عنوان کردم در کتاب سرنگونی بهشتش، The Fall of Heaven، موضوعی که موضوع بحثمونه، می نویسه که ترور حسن علی منصور نخست وزیر، کتاب می نویسه، من این داره تمام این حرفای اونو دارم می خونم. ترور حسن علی منصور نخست وزیر اسبق ایران که در ژانویه سال 65 بر پایه رأی یک دادگاه چریکی سری مذهبی متشکل از وابستگان خمینی صادر شده بود انجام گرفت. این کتاب می نویسه یکی از اعضای آن دادگاه چریکی که سمت مشاور ویژه وزیر آموزش و پرورش وقت دولت حسن علی منصور را به عهده داشت، آخوند محمد حسین بهشتی، یار دیرینه خمینی بود که در ابتدای انقلاب در انفجار مجلس رژیم کشته شد. اسلحه ترور منصور را هم اکبر هاشمی رفسنجانی، من از کتاب دارم میخونم ها،
اکبر هاشمی رفسنجانی فراهم آورده بود و در اختیار تروریست قرار داده بود. سکات کوپر در جای دیگری می نویسه که نام شاه نیز در لیست 13 نفر افراد دیگری بود که ترور آن تصمیم به ترور آنها گرفته شده بود. همانطور که همه همینان می دونید بهشتی در بعد به انقلاب رئیس مجلس خبرگان رژیم بود و از سرکردگان بالای رژیم و به عنوان جانشین خمینی ازش نام برده می شد تا اینکه در ماه جوان 1981 به گفته ای با برنامه ریزی مجاهدین ترور شد با 71 نفر دیگه. کوپر می نویسه که آخوند محمد حسین بهشتی و بسیاری از سرکردگان انقلاب آخوندی مانند رفسنجانی و خامنه ای افراد تحصیل کرده آشنا با مقتضیات دنیای معاصر نبودند و در بهترین برداشت می توان گفت که در میان آنها دارم حرفای کوپر رو میخونم، میان آنها افرادی مانند مصطفی چمران ها و دکتر شایگان ها که به دنبال مدینه فاضله ای که هیچ وقت در دنیا وجود نداشته و ندارد با یک دار و دسته دزد فاسد دروغگو و دروغ پرداز همراه شده بودند. عیناً حرفای کوپر رو خوندم، هیچی بهش نه اضافه کردم نکم. حالا همونطور که گفتم برنامه‌مون امروز به کتاب آقای کوپر اختصاص داره. کتاب قبلیش زیر عنوان پادشاهان نفته که 4 سال پیش در امریکا به چاپ رسیده. من خواندن هر دو کتاب رو به شما هم میهنان عزیز که عاشق ایران هستید و برای آزادی ایران تلاش میکنید و خودتون رو حتی به خطر میاندازید توصیه میکنم، به خصوص کتاب The Fall of Heaven رو، به طوری که در صفحات 567 و 68 کتاب زوال بهشت The Fall of Heaven نوشته شده، کوپر طی 4 سال تحقیق برای تهیه کتاب از جمله به کشورهای ایران، لبنان، مصر، فرانسه، انگلستان، سوئیس و چند کشور دیگر سفر کرده. در مجموع با 42 ایرانی در مقامات مختلف، با من نه، با من تماس هم نگرفته، تلفن هم نزده، تماس هم نداشته، هیچ ایرادی هم به اون نیست، و 24 تن از ملیت‌های دیگر از جمله با موسی صدر که کشتنش، همین آخوندا طرفداران آخوندا کشتنش، مقیم لبنان بود و یک 2-3 بار برای شاه اتفاقا پیغام داده بود و گفته بود خطراتی که اینا برای ایران خواهند داشت، توجه زیادی نشده بود بهش و سالهای آخر متاسفانه دیگه به دلیلی شاه نمی پذیرفتش و نمی دیدش. گفتم 42 ایرانی از جمله موسی صدر، ابوالحسن بنی صدر، شهبانو فرح پهلوی، سید حسین نصر رئیس دفتر اسبق شهبانو فرح پهلوی، شاپور غلام رضا پهلوی، رضا قطبی، اردشیر زاهدی، پرویز ثابتی، اینا از 42 تن شخصیت‌های ایرانی اینا هستن. از خارجی ها همطور که گفتم موسی صدر بوده، زبیگنیف برژنسکی که مشاور اول رئیس جمهور امریکا کلینتون بود، چارلز ناس که وزیر مختار امریکا در ایران بود، سفیر رفته بود اون ماه‌های انقلاب، چارلز کار سفیر انجام میداد، چارلز ناس، هنری پرکت رئیس میز ایران در دوران انقلاب که طرفدار انقلابیون هم شده بود، گری سیک
یکی از مشاورین بالای رئیس جمهور امریکا در دوران انقلاب. باربرا والترز، یه ژورنالیست معروف امریکایی که با پادشاه فقید ایران و با اولیازت شهبانو بارها مصاحبه کرده، با این هم ملاقات و مصاحبه کرده. پس 4 سال گذشته برای تهیه این کتاب. البته زندگیش رو از استادیاری دانشگاه کلمبیا تمرین میکنه و از ژورنالیستی، ولی برای این کتاب 4 سال وقت گذاشته. من میتونم صادقانه بگم که کتاب کتابیه که ارزش خوندن شما همیهنان رو داره. دیگه بیش از این راجبش چیز نمیکنم. حالا من 3 برنامه اول با دوستم دکتر دورمانی که صحبت میکردم، از ایشون به آقای کاردان خواستم که اگه بشه 4 برنامه به این کتاب اختصاص بدیم، اگه نشد 2 برنامه یا همین برنامه، هر طوری اونها بخوام. بنابراین اگر 4 برنامه بود، 3 برنامه اول رو به طرح مطالب، مسائل عمده و مهمی که در کتاب دربارش توبت شده خواهم پرداخت، و اگه وقت اجازه داد برنامه 4 به طرح نظریات و احیانا سوالات مطروحه از جانب شما خواهم پرداخت. به عقیده من، باز میگم، به دست آوردن کتاب و خوندنش و آشنا شدن با اطلاعاتی که در این کتاب هست مربوط به تجربیات مشابه دیگران در انقلاب‌های مختلف، به خصوص قسمت‌های مربوط به رخنه کردن انقلابیون در اون روزها در اغلب مراکز تصمیم‌گیری‌های مهم و حساس رژیم سلطنتی که در نهایت رژیم رو با سقوط مواجه کرد. ما هنوز درست تمام چیزها رو نداریم که اینا در کجا رخنه کرده بودن. اینا در همه جا رخنه کرده بودن. به هیچ وجه این چیزی که سازمان امنیت تمام اطلاعاتو داشت درست نیست. اگه سازمان امنیت تمام اطلاعاتو داشت، این انبارهای تمام اسناد و مدارکی که اینها توی زیر مساجد داشتن و در مدارس کشور تو انبارخونه‌هاش داشتن، اینا از کجا اومد؟ بنابراین با تمام احترامی که برای همیهنانی که در اون سازمان برای خدمت به ایران کار کردن، باید بگم که نه، نداشتیم. همینی که انقلاب شد به اون شکلم شد. پس امروز برای مبارزان آزادی خواه میهن پرست ایران از خوندن این کتاب از جمله ضروریته، مانند صفحات 303 و 305ش. گفتم من این به معنی نیست که آزادی خواه مبارز ایران امروز به دنبال اون کشت و کشتارها و اعمال وحشیانه ضد انسانی علیه مخالفان و غارت مایه املاک خصوصی و عمومی مردمی کشور مثل این آخونده باشن. به هیچ وجه. در صفحات 250، صفحات میگم که بنویسین ساده بکنم کارتون، بریم ببینیم. صفحات 250 الی 254 میبینیم که مراکز اصلی یارگیری تعلیمات چریکی فعالیت‌های بسیجی انقلابیون و همچنین انبارهای مهمات آنها طی مدتی طولانی، همونطور که گفتم، در داخل مساجد و برخی از مدارس کشور در سراسر کشور بود. افرادی که سالها در وزارت آموزش پرورش و مساجد کشور نفوذ کرده بودند، مثل محمد حسین بهشتی خیلی نفوذ کرده بود. بهشتی نه تنها کتب درسی مدارس ما دستش بود، با هنر و رجایی و اسامی دیگر رو آوردم باهاتون، در هامبورگ تقریبا مثل چیز بود، سرکنسول ایران بود در هامبورگ، یه مسجد بزرگ و دولت درست کرده بود در اختیارش گذاشته بود، بس تمام فعالیت ها رو در اونجا قشنگ میتونه. من اون مسجد رو رفتم دیدم، چون دوستانی در هامبورگ دارم در این سالهای اخیر. هامبورگ که بودم گفتم من میخوام این مسجد رو ببینم، رفتم دیدم روی یه دونه بلندی قرار گرفته، یه جای بزرگی، بنابراین میتونست بهشتی هر کاری دلش بخواد در اونجا بکنه. ما خودمون 2 دستی در اختیارش گذاشتیم.
و هیچ نرفتیم ببینیم آقای بهشتی داره چی کار میکنه. نذاریم. چند سال اونجا بود؟ 2 سال 3 سال دقیقا نمیدونم، بیش از 2 سال در اونجا بود و در مسجد هامبورگ داشت. خب دیگه بزرگترین چیز دیگه هم که بهتون گفتم محتوای کتاب درسی، محتوای کتاب درسی میگفتن این نظام بانکداری که اینا دارن در ایران خلاف اسلامه، ربح گرفتن خلاف اسلامه، خونه به قسط خریدن، قسط دادن به ربح دادن خلاف اسلامه، کلی چیزای دیگه. و اونجا میگفتن که اگه سرش زن سرشو نپوشونه، تمام بدنشو نپوشونه، گفته بودن خلاف اسلامه. اون وقت ما اومده بودیم میگفتیم زنان آزادن. خب کدوم آزادی؟ به زن حق رأی دادن خلاف اسلام بود. محمد رضا شاه کرد این کارو با تمام مقاومتی که آخونده کردن. در صفحه 246 کتاب از قول اولیازاد شهبانو که نویسنده ساعتها، نویسنده این نویسنده ساعتها پای سخنان ایشان نشسته، صحبت از رخنه کردن انقلابیون در درون دربار و حتی در میان نزدیکان ایشان مطرح است. خب بابا این صحبت ها رو باید اون وقت میکردین، حالا چه فایده داره تو واشنگتن دارین برای کوپر میکنین؟ باید میکردین این صحبت ها رو، میرفتین دربار رو زیر رو میکردین، میبیدین کیه که داره با آخوند و ساخته میخوان انقلاب کنن. گفتم صفحه 246 کتاب اومده. از جمله مطالب مهم دیگری که در کتاب آمده است صفحه 248 این است که پادشاه در روز تولد 58 سالگی خود، باید سال 1977 باشه، اواخر 77، رسما اعلام میکنند، پادشاه رسما اعلام میکنند که در نظر دارند که به زودی در کشور دانشگاه مطالعات اسلامی در مشهد تأسیس کنند. درست کارای حسین نصره و مسئولیت اداره آن را به سید حسین نصر بپردازند، بسپارند. پادشاه اعلام میکنه که میخوام دانشگاه مطالعات اسلامی درست کنم در مشهد و ریاستش رو به سید حسین نصر بدم. کوپر اضافه میکنه در صفحه 248 که تحقیقات او حاکی از آن است که پادشاه در نظر داشتند که دبیر کلی حزب رستاخیز و نهایتا مقام نخست وزیری کشور را هم به رئیس آن زمان دفتر ملکه سید حسین نصر، اسلامیست شناخته شده، بسپارند. وای بر ما، حالا دیگه اومدیم نشستیم میگیم که چرا انقلاب شد؟ طبیعی که انقلاب میشه، کسی که رفت به وسط کار عوض میکنم موضوع رو، کسی رو که پادشاه فرستاد که برن به عراق، اون روحانی که مقام بالایی داشت اسمش الان یادم میاد بهتون میگم، ببینن و صدام حسین رو ببینن، حسین نصر بود با اولی حضرت، این دوتا رفتن. و حالا خبراشون رو داریم اینجا تو این کتاب میخونیم که چیه، که وقتی میرن پیش صدام، صدام بهشون میگه که شما دشمن بزرگتون این خمینی که اینجاست، من میتونم خمینی رو ترورش کنم. صدام بهشون میگه من میخوام شما فقط چیزی نکنید، من میدم ترورش کنم. جوابی از طرف ایران نمیاد در مورد پیشنهاد صدام. بعد میرن پیشون آخوندی که در اونجا بود و اون رو میبینم، اون آخوندم ایراد میگیره به اولیازاد که چرا لباست این ریختیه، تو کتابه. اون آخوندی که مرجعیست برای خودش ایراد میگیره چرا این لباست اینطوریه، باید اسلامی لباس بپوشی. مدتی بسیار طولانی بعد از دوران رضا شاه کبیر
در وزارت آموزش پرورش ایران آخوندها خیلی مدت ها در وزارت آموزش پرورش ایران رخنه کرده بودن. فقط در دوران رضا شاه کبیر که نفوذشون رو به هم میزنه اجازه بهشون نمیده. من در دوران وزارتم گفتم بهتون که کتاب های درسی اونها رو دیدم. در اون زمان شورای کتب درسی تمامی مدارس کشور ما در دروسی که بهتون گفتم توضیح دادم کیا بودن؟ خوندم براتون. اینان دوباره میگم: محمد بهشتی، محمد علی رجایی، آخوند با هنر، آخوند برقعی، عنایت رضا و یه نفر از سازمان امنیت. اونی که از سازمان امنیت بود نمیدونم گزارش شو به کی میداده. هر گزارش میداد که ما کتاب های درسیمون ریختی در نمیامد و اینها این نفوذ رو پیدا نمیکردن. یه نفر تو وزارت آموزش پرورش بود یا آخوند مشاور وزیر که من اینا رو همه رو زدم کنار. بعد از این کتاب های درسی دیدم من اون مؤسسه رو بستم، همه اینا رو بازنشسته کردم و اومدم یکی از دانشگاهیان برجسته به اسم دکتر چهرازی رو در دانشگاه ملی بود گذاشتم رئیس مؤسسه کتاب های درسی و شروع کردیم به عوض کردن محتوای کتاب های درسی. البته این نویسنده هیچ اطلاعی از این موضوعایی که دارم براتون اضافه میکنم ندارم، ولی برای شما همیهنان لازمی همه رو بدونیم، چون اون یک سال و نیم قبل از انقلابه که اینها بازنشسته میشن و اینها رو من در صفحات 144 تا 149 کتاب آتش نهفته به تفصیل توضیح دادم. برای اطلاع باز نسل جوان کشور باید این را هم گفت که آخوندها همچنین در همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، آموزش عالی علاوه بر مدارس و علاوه بر ادارات و غیر ذلک، مؤسسات آموزشی به خصوص حقوق کشور رخنه کرده بودن. از جمله مهمترین دروس دانشگاه های حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه ملی رو در اختیار خودشون گرفته بودن. اینها رو کوپر هیچ اطلاعی ازش نداره. از جمله این آدم ها کیا بودن در دانشگاه حقوق دانشگاه تهران که من به مدت دو سال رئیس دانشگاه بودم؟ آقای سید حسین امامی، امام جمعه تهران، که هر وقت شاه سفر میکرد میرفت در گوش شاه دعا میکرد، دعا میخوند. سید حسین امامی با عمامه و با عبا و غیره وارد دانشکده میشد و وقتی کلاس ها زنگ تفریح بود میومد تو راهروهای دانشکده راه میرفت و صحبت میکرد و این. یه آخوند دیگه به اسم آخوند مشکات، اونم با عمامه و با عبا و اینا میومد تو دانشکده و از این درس های چیز چند تا زن میتونی بگیر و چطوری میتونی سیغه بکنی و غیره و زاله که از این مزخرفات هم این چیزها رو درس میدادن. یه آخونده دیگه به اسم شیخ محمد سنگلجی که تمام تو کلاساش همه میگفتن بیشتر راجع به پایین تنه صحبت میکنه. و یه آخونده دیگه که از اینا باسوادتر بود اقلا به اسم دکتر شهابی و دو آخونده دیگه. چیزی از اینا هم در این کتاب نیومده چون این نمیدونه. کوپر می نویسه که شاه یک فرد مسلمان شیعه مذهبی بود. برای خود تصورات عجیب مذهبی داشت. شاید در روز 5 بار به سوی کعبه بالا و پایین نمی رفت و نماز نمی خواند و روزه نمی گرفت. ولی در مراسم روزخانی ها و عاشورا و تاسوعا حضور پیدا می کرد. برای انجام زیارت به مکه، مشهد، قم و کربلا می رفت و می آمد. یک نسخه قرآن کوچک همیشه در جیب کتش بود.
در سلام‌های رسمی قبل از همه، حتی قبل از نخست وزیر و وزرا و نمایندگان مجلسین، آخوندها را میپذیرفت. این در حالی که رضا شاه وقتی که اداره میکرد مملکت رو در یه سلام عید نوروز اومده بود و تو اون سلام بهش گفتن که خانواده رضا شاه که رفتن به قم برای زیارت، وقتی وارد سن شدن، چون رضا شاه اجازه نمیداد که کسی چادر رو اینا سرش بکن، چارقت و چادر، بدون چارقت و چادر بودن، آخونده سرسرده رو انداختن و اونا از صحن بیرونشون کردن. رضا شاه سلام ول میکنه، بلند میشه با اون زمان با ماشین چیز خودشو میرسونه به قم و میره توی صحن، عصاشو میگیره، یک به یک اینا رو میزنن میریزه بیرون از چیز. اون زمان چیزی که اینا احتیاج داشتن اون رهبر بود که ما نداشتیم. در آخرین روزهای انقلاب شهبانو را همراه حسین نصر به نزد آیت الله ابوالقاسم خویی رفتن، از شاه اجازه گرفتن. بیچاره شاه مریض بود، اصلا نمیدونه چی میگه. حسین نصر و اولیازاد رفتن پیش شاه، اجازه گرفتن که اجازه بدیم ما بریم به دیدن آیت الله و در اونجا صدام هم ببینیم. شایدم بعضی ها میگفتن که شایدم خمینی رو ببینن، ولی اونو من جای دیگه نشنیدم. بعضی ها میگفتن همینطوری برن اونجا و از اون بخوان که حمایت بکنه از پادشاه ایران. نتیجهش همونی که بهتون گفتم، تو کتاب اومده. صدام حسین میگه که اگه بخوان من ترتیب کارشو میدم خمینی رو، خیالتون راحت میکنم، که جوابش منفی بوده و که ایراد میگیره به اولیازد که تو چرا چارقت و چاخشور نداری اومدی اینجا دیدن من. کسی که حالا خاطرم هست میخوام اینو بگم، اینا تمام دروغ یه روزی میاد بیرون. آدم نمیتون دروغ بگه و فکر کن که یه روزی دروغش برملا نمیشه. من در دولت آموزگار، من در سه دولت وزیر آموزش پرورش بودم، دولت هویدا، دولت آموزگار، دولت شریف امامی. در دولت آموزگار مجبور شد آموزگار که وزارت علوم هم در اختیار من بگذاره، ولی آخر سر قبل از اینکه بیفته کارایی میکرد در وزارت علوم که من به پادشاه گفتم، گفتم من دیگه نمیخوام برم وزارت علوم، من از وزارت علوم اومدم کنار آخر. ولی آقای یه دفعه همون وقتی که من میخوام از وزارت علوم بیام کنار، آقای آموزگار که حالا در واشنگتن هستن و حیات دارن، به من تلفن زدن، گفتن که شما که داری از وزارت علوم میری کنار، یه نفر برای وزارت علوم باید تعیین کنیم. امروز دو نفر کاندید میان به نخست وزیری، تیمسار نصیری هم میاد، شما هم باشین ببینین اینا کدومشون بهتره، به من توصیه کنین. گفتیم خیلی خوب. رفتیم نخست وزیری، دیدیم که آقای سید حسین نصر به آقای احسان نراقی، تو رو خدا ببین مملکت ما چگونه اداره میشد. میخواییم وزیر علوم درست کنیم، دو تا مخالف سرسخت. احسان نراقی که رفت با این آخونده، دیدیم که ساخته بود از قبل. اون یکی هم که سید حسین نصر که امروز میبینین دیگه، امروز اصلا میگه من کاری با کار ایران نداشتم، میخواستم از ایران بیام بیرون. مدت ها قبل از انقلاب، دروغ من. سید حسین نصر از سالهای 1960 تا چند ماه بعد از انقلاب خودش رو به دروغ یک سلطنت طلب دو آتشی معرفی میکرد و از جمله نزدیکترین افراد به ملکه ایران خودش رو کرده بود. قبل از اینکه مسئول دفتر ملکه بشه، در زمانی که من مسئولیت وزارت علوم رو به عهده داشتم، چون با آموزگار تفاهم در کار وزارت علوم نداشتم، گفتم براتون که چگونه شد. آموزگار تلفن زد، گفت دو نفر دارن میان، شما رئیس سازمان امنیت اینا رو ببینید، به من توصیه کنید کدومشون بهترن. این دو نفر احسان نراقی و دکتر سید حسین نصر بودن که من رفتم در دفتر نخست وزیری و دیدم که اونجا نشستن و صحبت کردیم و بعد
من همونطور که گفتم این رو و تکرار میکنم، من سید حسین نصر رو توصیه کردم و نصیری احسان نراقی رو. در کتاب در صفحه 496 کتاب مطلبی رو که براتون توضیح دادم در مورد سفر اولیا حضرت و سید حسین نصر با چیز اولیا حضرت و با به چیز به عراق برای دیدن صدام حسین و اون آخوند که در عراق اقامت داشت، این رو میتونید در کتاب در صفحه 496 بخونید. به طوری که در صفحات 455 و 56 کتاب اومده. در این سفر اونا ابتدا رفتن، گفتم اینو براتون، به بغداد صدام حسین دیدن و مطلب صدام رو براتون توضیح دادم که چی گفت و اونها چیزی نداشتن بگن، گفتن به عرض میرسونم و هیچ جواب بگو ندن. و نفر دیگه هم که رفتن با ملاقات ابوالقاسم خویی و از جانب خویی که نتیجه حمایت مسلمانان ایران به نفع پادشاه ایران باشه منتهی نشد، خویی نیومد وسط. کوپر می نویسه که در پایان این ملاقات با خویی که همونطور که گفتم، کوپر می نویسه اینو که خویی به اولیا حضرت میگه شما یک زن مسلمان هستید، نباید با مردها دست بدهید و عکس هایتان در روزنامه ها باشد. در صفحه 22 کتاب کوپر آمده که طی مدت 22 سال از سال 1941 تا 63 درآمد ملی ایران 423 برابر شده بود. چیز عجیبیه. اینا تمام در دوران محمد رضا شاه، یه مقدارش در دوران رضا شاه کبیر، یکی دو سالش بقیهش در دوران محمد رضا شاه. درآمد ملی ایران 423 برابر شده بود. تولید ناخالص ملی کشور 14 برابر. ولی او می نویسد هنوز متاسفانه مؤسسات قضایی و سیاسی و اقتصادی کشور وابسته به خواستهای شاه، وزرای او و قوای امنیتی بودند. سانسور رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه ها، بازداشت های خودسرانه، زجر و شکنجه در بازداشتگاه ها، اعدام های خودسرانه موضوع روز بود. تنها 10% جمعیت کشور از بیش از 40% درآمد کشور بهره‌مند می شدند. ولی آخوندها در بهترین شرایط زندگی میکردن. از جمله مهمترین خصوصیات محمد رضا شاه، کوپر مینویسه، این بود که او عاشق ایران و یک شخصیت با دیسیپلین و عاشق کار و خدمت به کشورش بود. به هیچ وجه فرد مشروب خاری نبود. با اون میشد به حقایق تلخ اوضاع و احوال کشور صادقانه به گفتگو نشست و نتیجه گیری کرد. حرفای آقای کوپر دارم میگم. من نمونه شو بهتون دادم، موضوع فرهنگیان. و یه موضوع دیگه ای که مهمه، یاد محمد رضا شاه رو میکنیم در این زمینه، من رشتم حقوق بشره. اولین کارم در اداره اجرای مقالنامه های کارگری در ژنو در سازمان بین المللی کار بود. بعد برای مدت کوتاهی رفتم امریکا برای تدریس. دانشیار دانشکده دیپلماسی در کنتاکی بودم. بعد رفتم به اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد. و مدت 3 سال در اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کار می کردم و
وقتی اومدم به ایران تجربیات خیلی زیادی در این زمینه داشتم. به ایران اومدم برای کنفرانس مقام زن که ایران تازه به زن حق رأی داده بود. کمیسیون مقام زن سازمان ملل دعوت کرده بود که در ایران تشکیل بشه. سازمان ملل در اون زمان به علت جنگ فرانسه و اسرائیل و انگلیس علیه مصر، دیگه کشورهای کمونیستی سهمیه خودشون به سازمان ملل نمی پرداختن، سازمان ملل ورشکسته بود. بنابراین تعطیلات من به ایران رو با اینکه در کمیسیون مقام زن که تازه به زن حق رأی داده بود ایران و کمیسیون مقام زن رو دعوت کرده بود در ایران برگزار بشه توأم کردن و در اونجا من این امکان رو پیدا کردم که در مهمانی که اولیاءالحضرت داد برای اعضای کمیسیون مقام زن در کاخ گلستان با اولیاءالحضرت آشنا بشم و دیدم که میشه با فرح پهلوی واقعیات مملکت رو باش صحبت کرد. یه امکانم پیدا کردم پادشاه رو ببینم. کتاب International Protection of Human Rights، حمایت بین‌المللی حقوق بشر، من تازه در اومده بود. یه نسخه‌ش رو به پادشاه دادم. هر کاری کرد خوند، چون مهدی بوشهری شوهر ولایت اشرف دو روز بعد به من تلفن زد، گفت کتاب تو علازت خوندن و گفتن که ما می‌خوایم عضو کمیسیون حقوق بشر بشیم در سازمان ملل. رفتن از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی اونطور که در طبق منشور باید عمل بکنن کردن، عضو کمیسیون شدن. شاه دستور داد که من بشم نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر. پس ببین چه آدمی بود، بدون هیچ گونه آشنایی، بدون هیچ چیز، کتاب خونده بود، دستور داد. من باید میشدم. یه دفعه یه روز آقای مهدی بوشهری شوهر ولایت اشرف به من تلفن زد، گفت متاسفانه تو نشدی نماینده اصلی ایران، زن من اشرف شد نماینده اصلی ایران، تو شدی عضو علل بدن. به هر صورت ناراحتی و غیره هرچی بود من قبول کردم. اونجا شدم، من انتخاب شدم به عنوان گزارشگر سازمان ملل روی آپارتاید و تبعیض نژادی در کشورهای افریقای جنوبی، افریقای جنوب غربی و رودزی شمالی و مستعمرات پرتغال. به مدت 3.5 سال زندگیم رو این موضوع گرفت. بعد از اینکه این تموم شد، حالا دیگه من برگشتم به ایران، من میرفتم به کمیسیون حقوق بشر به عنوان خودم انتخاب شده بودم. کمیسیون، درست بگم عنوانشو، Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities، کمیسیون کمیته فرعی حمایت جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌های سازمان ملل متحد. قبل از اینکه برم رفتم پادشاه رو دیدم و در اونجا به علازه گفتم قربون، من هر دفعه میرم تو این کمیسیونایی که عضو سازمان ملالم خودم به عنوان خودم میشینم، انقدر سند اونجا جلو میذارن روی زجر و شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران که از ملیتم خجالت میکشم. وایساد در مقابل من گفت از ملیتت خجالت میکشی؟ گفتم بله قربون، شما هم بودین اگه این کارو میکردن خجالت میکشین، چقدر عکسای عجیب غریبی اینا. گفت نه اینا صحت نداره. گفتم قربون اطمینان دارین که صحت نداره؟ گفت بله. گفتم پس شما یه کار بکنین، دعوت کنین از صلیب سرخ جهانی که بیاد بره تو زندان ها و ببینه که صحت نداره و گزارش بده به مقامات بین المللی. این کار کرد خودش. گفتم به هیچکی در داخل نگین، جلوشو میگیرن. به منوچهر فرتاش سفیرمون در ژنو که دوست منه، به اون بگین او ترتیب این کارو بده. کردن. صلیب سرخ جهانی اومد در تمام شهرهای ایران دفتر باز کرد، به زندانها رفت، وضع زندانها زیر و رو شد در سراسر ایران. پس این هم نکته دیگری که چگونه شاهی بود و چگونه کار میکرد. برای این عقیده بود، کوپر می نویسه در صفحه 36، الان تمومش میکنم، که شاه برای این عقیده بود که این مطلب کوپر، مردم ایران هیچ وقت از حمایت از او دریغ نخواهند کرد. خب
خب در پایان برنامه باید بگم که او شخصی که اهل آدمکشی حمایت از زجر و شکنجه باشه نبود. بارها گفته بود، این رو بارها گفته بود، من تکرار میکنم، که من سوهارتو دیکتاتور اندونزی نیستم. سوهارتو یکی از دیکتاتورهای بزرگ اون زمان بود. خب دیگه بقیه رو حالا میگذاریم برای جلسه بعدیمون، ولی به شما شدیداً توصیه میکنم که کتاب رو بگیرید، میبینید که چقدر توصیه خوبی بهتون کردم. این کتاب ارزشی هم نداره، برین تو آمازون سفارشش بدین و شروع کنین به خوندن، و وقتی میرسیم به مرحله سوالها، سوالها رو میتونین مطرح کنین. مجددا از تلویزیون دیشه تشکر میکنم. بدرود.